ایران بیش از 2500 سال تاریخ مکتوب دارد. کوروش کبیر اولین پادشاه سلسله هخامنشی، امپراتوری هخامنشی را در سال 550 قبل از میلاد بنیاد نهاد. این دوره یکی از باشکوه‌ترین ادوار تاریخ ایران به شمار می رود و ایران در آن زمان یک ابرقدرت جهانی بود. بعد از دو قرن، یعنی در سال 331 قبل از میلاد، هجوم جهانگشایان به ایران آغاز و ایران مبدل به کشوری شد زیر تاخت و تاز خارجی ها. اسکندر مقدونی در سال 331 قبل از میلاد و جانشینان او سلوکی ها، اعراب در اواسط 600 میلادی، ترکای سلجوقی در اواسط سال 1000 میلادی و مغول ها با چنگیزخان در سال 1220 میلادی. سلسله های ایرانی که پس از حمله مغول ها در ایران به قدرت رسیدند عبارت بودند از صفویه که در سال 1501 مذهب شیعه را مذهب رسمی ایران ساختند و سلسله های افشار، زند و مدت حکومت سلسله قاجار دو قرارداد ترکمنچای و گلستان بخش عظیمی از مملکت ایران را به خارجی ها واگذار کرد. همچنین در این دوران، در دوره سلطنت مظفرالدین شاه، جنبش آزادی خواهی و مشروطه شاه را وادار به اعطای قانون اساسی و پارلمان کرد و در سال 1906 قانون اساسی ایران به وجود آمد و برای نخستین بار در آسیا دارای مجلس و پارلمان شد. در اوائل قرن بیستم ایران زیر نفوذ انگلیس و روسیه بود. فیلمی را که می‌بینید از دوران قبل از سلسله پهلوی آغاز می‌گردد و وقایع ایران را در آن زمان ترسیم می‌کند. لازم به یادآوری است که این فیلم‌ها همراه با دیدگاه‌های متفاوت از مفسران و تحلیلگران فرانسوی و خاصه دو تحلیلگر ارائه می‌گردد. در نتیجه در یکی دو نقطه هم مشابهت‌های دیدگاه‌ها هست و هم اختلاف دیدگاه‌ها در رابطه با رویدادها که بر صاحب نظران پوشیده نخواهد ماند. همینجا یادآور می‌شویم که این نظریات الزاماً نظریات تهیه کننده و ارائه دهنده این دیدگاه‌ها نیست و ما در آن سهم، نقش و مسئولیتی بر عهده نداریم. آنچه خواهید دید از این تاریخ آغاز خواهد شد و تا انقلاب ادامه خواهد یافت. در آخرین روزهای سلطنت قاجار کشور به هرج و مرج کشیده می شد. فقر و ناامنی هر روز توسعه بیشتری می یافت. تا آنجا که حمله راهزنان مسلح و غارتگران از مسائل روزانه مردم به شمار می رفت. امکانات لازم برای برقراری صلح و آرامش در کشور وجود نداشت. مسافرانی که می خواستند سالم به مقصد برسند، بایستی مبالغی پول به عنوان غرامت به سران حاکم ناحیه می پرداختند تا عده‌ای را برای محافظت آنان در طول راه بگمارند. و چه بسا که محافظان در بین راه خود غارتگر از آب در آمده و دست به چپاول و تاراج انبال مسافرین می زدند. کاروانسراها تنها جای نسبتاً امنی بود که مسافرین شب را در آن به سر می بردند. اگرچه خود کاروانسرا و استحکامات آن چندان هم قابل اطمینان نبود. به طور کلی ایران در آن دوران برای مبارزه با دزدان و راهزنان وسیله و امکاناتی نداشت. پلیس بی اندازه ضعیف و نیروی مرکزی در فساد غوطه ور بود. تنها تحصیلات کودکان منحصر به یاد گرفتن مختصری از قرآن بود و به جز آن علاقه به آموختن دیگر نداشتند. اطفال در سنین خیلی پایین بدون داشتن هیچ نوع وسیله ایمنی به کارهای دستی اشتغال داشتند. در سال 1906 در ایران انقلاب مشروطه شد. ایران از میان تمامی کشورهای آسیا تنها کشوری بود که به طرفداری از قانون مشروطیت و دموکراسی و استقرار یک مشروطه سلطنتی موفق شد تا از قدرت مطلقه شاه بکاهد.
روحانیون از شاه خواستند که از سلطنت به نفع پسرش کنارگیری کند، ولی شاه در سال 1909 سعی کرد تا با کمک ارتش بار دیگر قدرت را به دست بگیرد، ولی توفیق نیافت. ایران که در نیمه راه صنعتی و بازرگانی میان اروپا و خاور دور قرار داشت و شرق و غرب را به هم متصل می ساخت، دارای یک موقعیت استراتژیکی خاصی بود که همان باعث درگیری بین کشورهای همجوار می شد. راه بازرگانی ما بین اروپا و چین معروف به جاده ابریشم از ایران می گذشت. در سال 1907 دولت‌های وقت روسیه و انگلستان ایران را به نحوی بین خود تقسیم نمودند که شمال آن به تزارها و جنوب به امپراتوری انگلیس تعلق می‌یافت. در اواخر قرن گذشته دولت‌های روسیه و انگلیس سعی کردند برای اجرای مقاصد اقتصادی خود کنسرسیومی تشکیل دهند. در سالهای 1813 تا 1828 گرجستان و ارمنستان در تصرف روسیه می بود. انگلستان با کمک و همیاری سه دسته راهزن موفق شد یک پلیس داخلی ایرانی تشکیل دهد. بدین گونه که تفنگداران ایرانی به دستور فرماندهان انگلیسی خود بر راه ها نظارت کنند. ولی آنچه در حقیقت منظور انگلستان بود همان منابع نفت ایران بود. و انگلستان به نتیجه در سال 1901 موفق شد توسط نماینده خود ویلیام دارسی امتیاز نفت را برای 60 سال به دست آورد و پس از انجام تحقیقات دامنه‌دار و پی بردن به منابع نفتی سرشار موجود تا حدود 250 کیلومتری آبادان شروع به استخراج نموده و سال 1908 به بعد حمل آن را به وسیله اسب و قاطر شروع کرد. در این وقت دو دشمن دیرینه، روس و انگلیس، دست یگانگی به هم داده و به دو دوست صمیمی تبدیل شدند. ولی این صمیمیت در سال 1917 به علت وقوع انقلاب بلشویکی پایان یافت. گرچه روسیه علاقه‌ای به ادامه جنگ نشان نمی‌داد، ولی از آرزوهای استعماری خود منصرف نشده بود. در سال 1920 نیروهای سرخ به ناحیه گیلان رسوخ کردند و با همدستی پیشوای یاغیان آن منطقه دولت جمهوری روسیه گیلان را به وجود آوردند. با فرار روزهای سفید از سلطه روزهای سرخ ده ها هزار نفر بی خانمان گشته و به تعداد آوارگان قبلی در کشور افسوده شد. این فراریان به سرزمینی پناه آوردند که خود دستخوش هرج و مرج غیر قابل وصفی بود و تیپ قزاق ایرانی تنها قدرتی به شمار می رفت که می توانست نظم و ترتیب را برقرار سازد. کلیه افراد تیم قزاق روسی بوده و تنها یک نفر ایرانی در بین آنها خدمت می کرد به نام رضا خان و او همان کسی است که بعدها موفق شد ایران را سر و سامانی بخشد. زادگاه رضاخان ده کوچکی به نام سوادکوه از توابع مازندران است. در سال 1920 هنگامی که جنگ داخلی روسیه در جریان بود، رضاخان اقدام به اخراج کلیه افسران روسی از تیپ قزاق نمود. و رضاخان خود فرماندهی تیپ را به عهده گرفت و در تاریخ 21 فوریه 1921 به همراهی قزاق‌های تیپ خود با اسب به طرف تهران رهسپار شد و دولت ضعیف و فاسد وقت را ساقط کرد و بدون هیچ نوع خونریزی کودتا اعلام داشت و به فرمان احمدشاه ژنرال رضا به مقام وزیر جنگ منصوب گردید، ولی نامبرده در حقیقت قدرت کامل را به دست آورده بود.
از آن زمان به بعد رضاخان با یاری نیروهای پراکنده دولتی مدت چندین سال با نهایت سعی و کوشش خستگی ناپذیر به مبارزه و جنگ بر ضد راهزنان و سرداران ایلهای یاغی پرداخته و کلیه آنان را سرکوب کرد. طی دو قرن گذشته ایران به دست حکومت‌های فاسد اداره می‌شد و ملت ناچار به اطاعت از اوامر حاکمان فاسد بود. راه فرار نداشت و آنجا بود که دستی از غیب برون آمد و بر سینه نامحرم زد و رضاخان با نهایت قدرت شروع به ایجاد تحویل و تحول و سر و سامان بخشیدن به این سرزمین و مردم درمانده آن نمود. همگام با پیروی از یک سیاست داخلی و یک سیاست خارجی نوین، دولت جدید موفق شد در 5 روز اول روی کار آمدن خود کلیه امتیازات از هر نوع را که دولت‌های روس و انگلیس از طریق رژیم حاکم به دست آورده بودند ملغا سازد، به استثنای امتیاز قبلی کمپانی نفت. در همان اوایل شروع به کار، رضاخان با یک مشکل بزرگ روبرو شد و آن وضع خراب و ناامن راه‌ها و جاده‌ها بود و به همین دلیل موضوع راهسازی در صدر برنامه نوسازی‌های او که به تازگی اختیار امور را به دست گرفته بود قرار گرفت. این کار به رغم عدم دسترسی به وسایل مدرن ساختمان ضرورت داشت. به این لحاظ با همان وسایل موجود ابتدایی کار را به سامان رساند. در سال 1925 هنگامی که آخرین پادشاه قاجار که به پیروی از پادشاهان پیشین وقت خود را به گردش و مسافرت در کشورهای خارجی